بینندگان محترم، با سلام خدمت شما. خود واقفید که مسائل اقتصادی کشور از مسائل مبتلا به همه مردم ایران هست. امروز در خدمت آقای ولی صدر هستیم که یکی از تخصصهای ایشون رشته اقتصاد هست و میخوایم در زمینه اقتصاد تولید محور با ایشون گفتگویی رو ترتیب بدیم. با سپاس از شما آقای ولی صدر، در زمینه اقتصاد شما خود تبحر دارید، مرتب می نویسید، سرمقاله های نشریه انقلاب اسلامی در هجرت اختصاص داده میشه به مسائل مطلوبه اقتصاد، از تورم بگیرید، تحلیل بودجه و غیره. الان در حال حاضر سال 91 از طرف رهبری نظام ولایت فقیه به عنوان سال تولید ملی خوانده شده. سوالی که مطرحه این است که عموما با ساختاری که نظام ولایت فقیه داره، امکان یک اقتصاد تولید محور در حال حاضر در ایران وجود داره در چارچوب نظام ولایت فقیه یا نه، و اصولا یک اقتصاد تولید محور چه مختصاتی و ویژگی هایی به باید داشته باشه؟ با سلام به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی، هموطنان عزیزم، عرض می کنم که اگر این اقتصاد تولید محور ممکن بود در این رژیم، خب این در آغاز انقلاب ما یک برنامه تفصیلی برای بازگردوندن اقتصاد مصرف محور دوران شاه به اقتصاد تولید محور به اجرا گذاشتیم. خب کودتا نمی کردن، اون برنامه رو متوقف نمی کردن، به اون اقتصاد رژیم شاه رو بازسازی نمی کردن. هر اقتصادی با نوعی از نظام سیاسی اجتماعی سازگاری داره. اقتصاد یه بُعد از ابعاد واقع جامعه است، نظام اجتماعی است. چهار بُعد داره: بُعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. یک طرف بُعد اقتصادی است که همون واقعیت رو بیان میکنه که چهار بُعد هستن، یک واقعیت بیان میکنه اما به زبان اقتصاد، زبان رقم. بُعد سیاسی به زبان دیگری همون واقعیت رو میگه، چنانکه بُعد اجتماعی هم همون واقعیت رو میگه به زبان روابطی که در جامعه هست، و بُعد فرهنگی هم باز همون واقعیت میگوید به زبان فرهنگ. در اقتصاد مصرف محور برای اینکه جامعه رو فریب بدهن، اول این ابعاد از هم جدا میکنن. همچه که میگم مثلا بُعد سیاسی، چنان که بنداری اصلا ربطی به اقتصاد و اجتماع و فرهنگ ندارد، یا بعکس میگم بُعد اقتصادی، چنان که بود در یه دوره گفتن ما میخوایم اول توسعه سیاسی. خواهی تو ذهنش نمیاد که آقا این ناممکن است. تو روش یک واقعیته، باید هم سیاسی باشه، هم فرهنگی باشه، هم اجتماعی باشه، هم اقتصادی. خب حالا ما بخواهیم یه اقتصاد، این آقای خامنه ای گفته است به این که امسال سال تولید ملی باشه و حمایت از کار سرمایه. خب اگه قرار باشه که حمایت از تولید و کار و سرمایه باشه، اول باید ایشون نباشن، چون مزاحم اصلی همین نظامه. خب شما نگاه کنید ایران، ترکیه، به اون مقدار که اون جامعه استبداد رو از دست داده، اقتصاد چم شکفته، نفت هم ندارد. چین رو نگاه کنید، و همون مقدار که بانگی رژیم کمونیستی توتالیتر بوده، ولی به همون مقدار که دولت مهار جامعه رو کم کرده، شل کرده، رها کرده، اقتصاد هم شکفته، تولید محور شده. خب حالا فرقشون اصلا چجوری ببینید؟ وقتی ما میگیم اقتصاد مصرف محور، یعنی چه؟ یعنی مصرف تعیین کننده میشه و شروع میشه از توزیع،
توضیح چی؟ درآمدی که تولید او رو ایجاد نکرده. از اینجا شروع میشه. مثلا در مورد کشور ما درآمد نفت، این رو تولید اقتصاد داخلی، در اقتصاد بخشی از اقتصاد داخلی نیست، یک صدور ثروتی است، ثروت ملی است که میره به خارج، یک درآمدی از طریق دولت میاد درون اقتصاد ایران. این درآمد رو اقتصاد ایران ایجاد نکرده، فروش ثروت ملی ایجاد کرده. مادامی که به شکل ماده اولیه خام باشه، یعنی در مثلا محصولات پتروشیمی نباشه، اگر بخشی اختصاص داره. حالا همون پتروشیمی هم اگر باشه که در بخشی از اقتصاد ایران نباشه، با رشته های دیگر اقتصاد ایران ارتباط نداشته باشه، باز بیگانه است. باز بیگانه است. اگه اون معنیش این است که شما یه بخشش از یه اقتصاد خارجی در سرزمین شما. حالا که وقتی میره به صورت نفت خام که اصلا این فروش ثروت است. یه بخش بس از بودجه اینه. یه بخش دیگری از این بودجه کسره، یعنی پولیست که دولت نه تولید ایجاد بکنه و بخواد، نه دولت ایجاد میکنه بنابرای به هزینه هایی که داره. یه بخش دیگرش هم اعتباراتیست که از نظام بانکی یا داخلی یا خارجی میگیره. یه بخش هم درآمدش مالیاته. حالا میرسیم بر... این مثلا سه بخش عمده که اینها از تولید ملی نمیاد ولی توزیع میشوند تو ایران. یه قدرت خریدیست که توزیع میشه. حالا این قدرت خرید که وقتی توزیع شد، این باید یا توانایی این داشته باشه که تبدیل بشه به سرمایه، یا نه اگر این توانایی نداشت میده به مصرف. اقتصاد تولید مصرف اینجوری به وجود میاد. حالا ما شما میگید مالیات، بله، ما همون مالیات ها رو ببینیم. مثلا در ایران و اون چه درآمد عمده مالیاتی است، اون که از واردات میگیره، حقوق گمرکی که باز بستگی پیدا میکنه به اون صدور ثروت، چون اون نباشه که ما واردات نداریم، که باید اون ارز باشه که شما بتونید از خارج خرید کنید. یه بخش دیگرش فروش همون فرآورده، یعنی نفت در داخل، یعنی باز همون مصرف ثروت ملیه در داخل می شود. بخش دیگری هم که به صورت مالیات مستقیم و غیر مستقیم می گیره، این بخش هم در ازای و مقایسه با اون چی که به عنوان یارانه می دهد، عملا در واقع چیزی به عنوان مالیات عایدش نمی شود. پس در واقع اون چی به عنوان بودجه عظیم دولت وارد اقتصاد می شود، این پولیست یا قدرت خریدیست که دولت ایجاد میکنه بدون اینکه تولید ملی او رو خواسته باشه یا پدید آورده باشه و تحمیل میکنه به اقتصاد داخلی. چون این قدرت میره تو مردم و زورت قدرت خرید در میاد و اینا میرن بازار، تولید داخلی وجود نداره که اینو جهاز بکنه، باید دروازه ها رو باز کنه به روی واردات. این اقتصاد میشه اقتصاد مصرفی. پس بخشی از این مالیات هم، یعنی بخش اعظمش در واقع مستقیم و غیر مستقیم به همون درآمد نفت وابسته است. پس بنابراین بله، یعنی بودجه اونجوری که شما فرمودید یا قرض است یا به اصطلاح حاصل درآمد نفت، فروش نفته، یا بخشش به اصطلاح اعتبارات بانکیش هم اونم به درآمد نفت وابسته است، مالیات هم به همچنین. پس بنابراین وابستگی بودجه ایران به اصطلاح نفت بسیار بالاست. بله دیگه، این از لحاظ بودجه دولت کاملا خارجیست. کاملا خارجیست. تازه اون مالیات ها هم که من از منبع نفت و اینا منبعش اونه، مثلا مالیات حقوق میده به کارمندانش، از اون مالیات میگیره. خواهی هر حقوق از اون نفت و کسر بوجه و وام ها میده دیگه، و در واقع بازیه، ارقامه، واقعیتی نداره که این مالیات که میگیره. حالا شما بخواید این بکنید اقتصاد تولید محور، معناش اینه که تولید تعیین کننده ایجاد پول،
بودجه دولت، واردات صادرات، عرض کنم به شما یعنی تنظیم واردات صادرات و نیروهای محرکه باشه که اینها باید در یک اقتصاد فعال بشن. مثلا یک واحد تولیدی یک کارخانه در نظر بگیرید، درست؟ این محتاج به کارفرماست، مدیریت. حالا این مدیریت میتونه با شرکت خود کارکنان باشه یا میتونه به شیوه سرمایه‌داری یک سرمایه‌دار یا یک دستگاه رهبری کننده داشته باشه که این کارش این است که عوامل تولید رو با هم تعریف میکنه، ترکیب میکنه، مناسب ترین ترکیب در میاره که با حداقل هزینه تولیدی ایجاد بکنه که برای اون بیشترین سود رو داشته باشه. یک عامل کارفرماییست که این نقشش داره، یک نیروی محرکه انسانه که کار است و کارگر است اینها، یه نیروی محرکه سرمایه است، یه نیروی محرکه دانش و فنه. درست شد؟ در این واحد یه نیروی محرکه انرژیه، یه نیروی محرکه کارمایه است، یه نیروی محرکه طرز فکریست که برمیگرده به نیروی محرکه انسان که همه اینا رو انسان تولید میکنه. ولی اینکه شما چه طرز فکری دارید، مثلا لیبرال هستید، مارکسیست هستید، عرض کنم که نه هیچ کدوم اینا نیستید، بنابر پیشنهاد من میخواد اقتصاد توحیدی در جامعه ایجاد کنید، یعنی مبنا رو تضاد در میان قشرهای جامعه و روابط قوا نمیگذارید و میخواهید این روابط روابط حق با حق باشه و این طرز فکر خودش یک نیروی محرکه است برای اینکه به شما بگه که کدوم ترکیب مناسب تر است. مثلا اگه به اون شیوه سرمایه داری بری، مناسب تر این ترکیب اونه که سود او رو به حد اکثر میرسونه. حالا پدر طبیعت در میاره، مسئله اونیست. فراوردش تخریبی است، مسئله اونیست. چون اگه همین تو فرانسه اخیراً مسئله ای که بود که اینکه یک چیزای مصنوعی میساختن برای خانوم ها که اینها به سرا پستان مصنوعی برای اینها درست کنند. حالا اون برای یک تفاوت خیلی کمی با اون جنس دیگری که این سرطانزا نبوده، این اون ماده ای که درست کرده که سرطانزا بوده، براش مسئله نیست که این جان زیادی رو به خطر می اندازه، مسئله سوده. اما اگر اندیشه راهنماش بیان استقلال آزادی باشه، نه مسئله سود اکثر نیست. اینه که فراورده تخریبی نمیسازه، فراورده میسازه که به نیاز انسان جواب بده و عرض کنم به شما محیط زیست رو هم خراب نکنه، زمینه رو برای نسل‌های آینده هم نمیگیره. آره پیر بیشخور این حالا. پس میبینید که این در مجموع نیروهای محرکه خیلی بیشتر از این هاست. حالا ما در مجالی که داریم این مقدار میتونیم گفتگو کنیم. 8 دسته نیروی محرکه در اقتصاد تولید محور به کار میفتن. البته اقتصاد اگر مصرف محور باشه، این نیروهای محرکه تخریب میشوند. این مثل همین درآمد نفت دیگه، خود نفت که صادر میشه از بمیره، اون زمینه کار چون با صدور نفت ما کار ایجاد میکنیم در اقتصادی که نفت میگیره، خودمون همون کار از دست میدیم. عرض کنم به شما درآمدش میاد اقتصاد داخلی ما رو ویران میکنه و متکی میکنه ما رو به واردات، بودجه دولت رو رها میکنه از تولید داخلی، نتیجه ملت رو تابع دولت میکنه و این استبداد حاکم میکنه بر کشور. درست؟ حالا این 8 دسته نیروهای محرکه اینا رو بخواهم توضیح بدیم، از باید در مثلا بنابرای زمانی که داریم تقسیم بکنیم، ببینیم یه قسمت چه حالا بیدیم، یه قسمت چه هم در یک بحث دیگری گفتگوی دیگری بکنم بدیم. یعنی افتخار رو بدید.
عرض کنم به شما، اولش کار. در اقتصاد سرمایه داری میگوید نیروی کار. نیروی کار. یعنی خود این غربی هم میگن این انسان در جامعه های غربی داره تبدیل میشه به شی. و نیروی کار دیگه، نیرو. این کار رو چجوری تعریف میکنه؟ در اقتصاد سرمایه‌داری مثلا چه تعریفی داره که بعد مثلا برمیگردیم بعدا مثلا در جامعه ایران چه تعریفی داره، در حال حاضر یا در یه اقتصاد تولید محور باید چه تعریفی داره؟ کار، وقتی اینا میگوین کار، اون کاریست که سعیست که انسان میتونه به کار ببره و به کار میبره، اون رو میگن کار. مثلا فرض کنید که در یک صنعتی مهندس لازمه، پس یک کار علمی انجام میده اون مهندس، بعد کار یدی لازمه، اون کار کارگر ساده انجام میده، کار فنی لازمه، این کار تکنیسیان انجام میده یا فندان انجام میده. این صفتهایی که کار پیدا میکنه بستگی داره به میزان دانش اون کسانی که در این در کار شرکت میکنند. در واقع اون چه انسان انجام میدهد در فرایند تولید، او اسمش از کار. درست؟ اون چه که سرمایه انجام میده، مثل تجهیزات و مثل کارخانه و بنا و از کنم سرمایه گردان و حقوق اینا که میدن و خریدهایی که میکنن و سرمایه ثابت و اینا، تقسیم بندی هایی که می کنند در اقتصاد، اینا هم کار سرمایه است. در اقتصاد سرمایه داری یک کار دیگه به حساب اصلا نمیاد، اون کار طبیعته. اون سرمایه دار یک جا می زنه به جیب مبارک، به حساب نمی گذاره، تخریب هم می کنه، همین طبیعته، چیزی هم در ازای این تخریب حاضر نیست بده. نمیده. اینا رو همه رو این ثروت های عظیم اینجوری فراهم می شود. حتی کار مواد اولیه را هم این بخشش رو می ذاره بچید. برای اینکه این مواد اولیه یا در کشورهای فقیر هم ارزان ازشون می خره، یا حتی در کشورهای خودشون هم که هست، اینها به لحاظ اینکه نظام سرمایه داریست و دست قدیر سرمایه دار داره، نه اون کسی که مواد خام رو تولید میکنه، اینه که او ارزان تمام میکنه برای خودش، همینجور انرژی رو بی خود که نمیاره، این نفت اینجور بی حساب از بین میبره. یه امر دیگه هم من به نظرم میاد در همین اقتصاد سرمایه داری شما میفرماید. ببینید این تعریفی که از کار میشه، چون همه ما شاغلیم در این غرب، میبینیم که تعریفش در خور نیاز انسان نیست. یعنی مثلا فرض کنید چه تکنسیان باشه، چه متخصص مثلا مهندس امری باشه یا کارگر ساده باشه، میزان وقتی از ساعات روز اون فرد رو، انسان رو یا اون نیروی محرکه‌ای که انسان باشه رو، آنچنان به این کار تولید دست، حالا با فوقش اندیشه استاد دانشگاهی باشه غیره، اختصاص میده که وقتی نمیمونه برای ابتکارها و تنوع ابتکار و ابداع که از انسان در عالم هنر فکر، هنر اندیشه و خلق رخ بده. یعنی این بیشتر اون به اصطلاح تمرکز جامعه سرمایه‌داری بر کار، بر حاصلی است که سود رو به حد اکثر رسونه. آیا این به نظر شما این گونه هست یا من در اشتباه؟ نه، همینطوره. برای اینکه اون ساخت کار در جامعه های دارای اقتصاد سرمایه‌داری به ترتیبیه که هر کدوم از این قشرهایی که گفتیم یک کار معینی انجام میده، دیگه کارهای دیگه اصلا از اینا سرد میشه. مثلا یک کارگر بخواد کار جامعه انجام بده، باید که کاری متناسب با استعدادهای انسانی انجام بده، یعنی استعداد خلاقش باید کار بکنه، ابداع و ابتکار بکنه،
استعداد دانشش باید دانشش و فندش رو دائم بروز بکنه، استعداد هنریش باید که آفرینندگی داشته، فضاهای جدید ایجاد کنه. عرض کنم به شما استعداد اونس و اینهاش میباید با دوستی و اینها محیط زندگی و خانواده اینا ارضا کننده باشه. استعداد رهبری باید داشته باشه، در امور کشور خودش مداخله روزمره داشته باشه، شرکت داشته باشه و همینطور بگیر و برو. خب این از همه این کارها یک کار انجام میده، اونم همینه که صبح میره کارخانه تا عصر میاد کوفته و خسته میفته یه گوشه، آی شب هم یه تلویزیونی های باز کنه یه چیزی نگاه کنه. این دلیلی که گفتم میگن در اقتصاد سرمایه داری انسان شی میشود، میشه نیروی کار. خب حالا این انسان چون نیروهای محرکه دیگر را هم او ایجاد میکنند، پس این نقشش بسیار مهمه. حالا ما میخواییم یک اقتصاد تولید محوری ایجاد بکنیم، منهای حالا اون اندیشه راهنما به ما نیروی محرکه که از چگونه اون اقتصادی تولید محور چشم میپوشیم. این مثلا همین اقتصادی که در جامعه های غربی هست، سرمایه داری. خب اول این که این کارگر باید منزلت داشته باشه دیگه، چیز واضحه، هم کارگر هم مهندس هم فندان هم کارفرما اینا باید منزلت، یعنی چه منزلت داشته باشه؟ یعنی حقوق انسانیش داشته باشه و اون حقوق موضوعی که تنظیم میکنه رابطه بین اینها رو ولو هم انطباق نداشته باشه با اون حقوق ذاتی، اینها میباید رعایت بشه. اگر نه این باید نمیتونه برنامه گذاری کنه، باید بدونه که این در مثلا این سرمایه میگذاره، میگه دوره استهلاکش 10 سال. خب در تا 10 سال این آدم میباید که مطمئن باشه که وضعیت همینطور میمونه. اگر نه ببینه 6 ماه بعد امنیت های موجود، امنیت اقتصادی، امنیت همه اینها باشه و منزلت خصوصا منزلت، یعنی اون حقوق تضمین داشته باشه، کسی بهش تجاوز نکنه، نه دولت نه هیچ کسی دیگه. پس اول مسئله منزلت انسان است که حقوق ذاتی ماست و حقوق موضوعی که باید منطبق باشه با اون حقوق ذاتی. هر اندازه این انطباق کمتر باشه منزلت کمتره، رشد کمتره. باید گوه انسان نمیتونه دیگه به عنوان موجود خلاق نیروهای محرکه عمل بکنه، حتی خودش هم به عنوان نیروی کار درست اون فعالیت چه نمیتونه انجام بده. و به همین جهت است که شما ببینید در اقتصادهای سرمایه‌داری چون اصل بر روابط قواست در میره طرف تا میتونه از کار. حالا قبل از اینکه به اون بخش دیگر بعد از منزلت بپردازید، بیاید برای که برگردیم به واقعیت های جامعه خودمون. در قبل بعضی از این منزلت ها و امنیت ها تا حدودی تضمین شد، تا مادامی که سود سرمایه رو به خطر نندازه، اصطلاحا بیمه های اجتماعی هست، نمیدونم حق بیکاری هست، یه سری منزلت های سیاسی اجتماعی برای طرف قائم میشن، یه سری رفاه های، این که حالا از کجا میاد که میتونه اینها رو تامین بکنه، از همون به اصطلاح به حراج گذاشتن منابع خام کشورهای دیگه زیر سلطه است، اون امر جداست، اون مبحث جداست. اما به هر حال برای کارگر فرض کنیم غربی، آلمانی، فرانسوی یه سری تضمین ها شد و یه سری منزلت ها و حقوق ذاتیش رعایت میشه. اما در جامعه کنونی ایران که کارگر با وضعیت تورم گرانی ایران مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال حقوق نگرفته، این وضعیت خب آیا میخوام برگردیم به این که چرا اقتصاد ایران مصرف محور میشه و چرا؟ چون کارگر ایرانی هم در صنعت ایرانی هیچ گونه از این منزلت ها برخوردار نیست، قانون کارش اصلا زده. از همینه مسئله، نه اون کارگر داره این منزلت ها رو، نه اون کارفرما داره، بی خود که نیست که اینا میره دنبالش.
اینکه سرمایه در کوتاه‌ترین مدت بیشترین سود بیاره، زودم از ایران به بیرون ببره. نه. چون میدونه بعد اختلاس ها بشه. باید دعوا بین دو تا دسته مافیایی در بگیره، این ممکنه به سراب به روز سیاه بشینه. نتیجه اینه که اون به سراب کار منزل انسان در واقع کار انجام میده منزلت های لازم رو ندارد، حقوق لازم رو نداره. حالا علاوه بر این باید دانشش به روز باشه، مدام این باید که در قلمروهای سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی بر دانش خود بیفزاید، غیر از اون که در مورد کار خودش باید دانشش به روز باشه، وگرنه خب دیگه هم جلو میزنن و این کارش رو از دست خواهد داد. همه اینها ایجاب میکنه که انسان بشه شهروند. بشه شهروند یعنی کسی که نقش داره در اداره جامعه خیش، یعنی که استبداد نباشه. پس این اصل اساسی است در یک اقتصاد تولید محور. کار نقش اول رو داره، تنظیم کننده است، خلاق سرمایه است، خلاق اندیشه راهنماست، خلاق دانش و فن، همون انرژی خلاق ماده اولیه او پیدا میکنه، ترکیب اینا رو هم او انجام میده. اینکه به چه نیازی چگونه پاسخ بده، اینا رو همه رو انسان ایجاد میکنه. پس این انسان محتاج این تحول از این گونه است. این تحول یعنی که استبداد نباشه. خب میاد نیروی محرکه دوم دانش و فنه. دستگاه آموزش و پرورش یه وقت هست که انسان رو تربیت میکنه برای دستگاه اداری و سرمایه‌داری و همون نیروی کار. یه وقت هست نه، میگه چون انسان محور است به اصطلاح و تولید محور است و تولید هم باید نیازهای انسان جواب بده، آموزش پرورش باید در خدمت انسان باشه که او استعدادهای خودشو بپروره. حالا در هر یک از این دو که شما نگاه بکنید تفاوت اساسی وجود داره بین نظام آموزش پرورشی وقتی اقتصاد مصرف محوره و نظام آموزش پرورش وقتی اقتصاد تولید محوره. خب شما ببینید که در اقتصادهای دنیا، مثلا در امریکا، در اروپا، در چین، در ژاپن، چقدر دانشمند به اصطلاح تربیت میشه، نسبت میگیرن دیگه، میگن در این جامعه اینقدر دانشمند است. در جامعه هایی که استبداد برش حاکمه چقدر دانشمند وجود داره؟ این به شما میگه، میگوید به اینکه نظام آموزش پرورش در اون جامعه ها در خدمت تولید یا در خدمت مصرف. تازه اگرم به پرورش خارج میشن، همین دارم میگه، تازه اون مقداری هم که تربیت میشون چون در اون اقتصاد تولید وجود ندارد که این بره در اونجا نقش پیدا کنه، میره بیرون، میره در جای دیگری که این امکان بهش میدن که در تولید نقش بازی کنه. چون که در ایران سالی 150,000 استعداد میرود بیرون. حالا به طور خلاصه ما بخواییم بگیم میاد به نیروی محرکه سوم که اگر اجازه بفرمایید آقای رئیس، نیروی محرکه سوم هم سرمایه باشه. این رو بذاریم به بخش بعدی این مصاحبه. من یک جنبندی کوتاهی که از نظرات شما بکنم چون وقت رو متاسفانه داره به پایان میرسه، و اون که اینجوری که شما مثال زدید بر مختصات داخل در سه نیروی محرکه که شما دید، محور هم باید انسان باشه در تولید، اقتصاد تولید محور، نقش فن و دانش رو گفتی، نیروی محرکه فن و دانش، نیروی محرکه کار، حالا در بخش‌های بعدی سایر 8 تا به اصطلاح میمونه 5 تا نیروی محرکه دیگه میپردازیم. در همین سه بخشی که توضیح فرمودید معلوم میشه که اگر که انسان محور باشه و فکر اون و قوه ابتکار و رهبری و خلاقیت اون در این به اصطلاح اقتصاد، وقتی مثال میزنید استبداد پس نواد باشه تا اینها مجال و میدان و زمینه و بستر پیدا بکنن برای که به صورت تحقق بنشینن،
پس اینجوری است که یک بعد مثلا بعد سیاسی و اقتصادی با هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی یک اینا آینه هم دیگه هستن. پس یک اقتصاد تولید محور نیازمند یک نظامی است که در اون حاکمیت ملی به اون اصلی زور رسیده باشه و یک نظام سیاسی در خور خودشه، یک فرهنگ شکوفا، یعنی که خود اون تولید اون رو شکوفا میکنه و غنی میکنه اون فرهنگ رو، و یک روابط اجتماعی بر میزان منزلت انسان از زن و مرد. با سپاس از محبت شما و انشالله در گفتگوی بعدی بقیه نیروهای محرکه رو برمیشونم.